اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. یک نفس از غربتم تا وطنم میروم، یک بغل آواز را همراه خود میبرم، نام تو را در سفر به شور جان میکشم که شوق دیدار تو کشیده در آتشم. گذارم از زمستان به سوی نوبهار است، ولایت جهل و جور ز ترس بیقرار است. سپیده سر میزند به دیده میهنم، شکوفه نسترن شکفته در دامنش. رسید صبح بهار به شانه نهاوه، نگاه کن فریدون رسیده از دماوه. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 14 تیر ماه 5 جولای ژوئیه، به شما سلام. حضورتون عرض بکنم شادی و پایکوبی و قنچه بیارید، لاله برارید، که سید ابراهیم رئیسی رفت شانگهای، شد ایران جمهوری ولایت فقیه، شد عضو شانگهای. خامنه ای تمام این بگیر و به بندها رو، بندها رو در واقع به دست رؤسای جمهوری قبل از البته احمدی نژاد استثنا، اون هم همینجوری جهانگردی میکرد و کیسه پول میبرد و کیف پول میبرد. حالا سید ابراهیم رئیسی هم دستشو باز گذاشت. روحانی هرچی خواست با سعودی کنار بیاد خامنه ای نگذاشت، در این مورد تسلیم مطلق شد. و همینطور داریم میبینیم با مصر و جاهای دیگه، مصری که آقای خمینی فرمان داد که خلاصه بیرونشون کنید و ببندید و سفارت و اینا، کمپ دیوید رفتن خیانت به اسلام کردن. حکایت غریبیست، حق بازی آخوندها و رژیم. مهمان عزیز من دکتر مهران براتی، استاد دانشگاه، کارشناس و عضو گذار هست و با درود به او بریم سوالای بسیار مطرح امروز رو عنوان کنیم. بله، خیلی ممنون و متشکرم. میبخشه یک لحظه حواسم به جای دیگر بود. درود فراوان خدمت هممیهنان عزیزمون که بینندگان وفادار شما هستن، همچنین به شما و همکارانتون که پیوسته این برنامه رو سالها بدون وقفه اجرا میکنید با زحمت زیاد، و ما همه خیلی سپاسگزار هستیم. دکتر براتی عزیزم، اجازه بده از همین شانگهای شروع کنیم. پیوستن به شانگهای چه مزایایی برای جمهوری اسلامی داره؟ عرض به حضورتون که اصولاً پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای کار بسیار خوبی است هر جا که باشی، و این پیمان شانگهای هم که درست شده بود ابتدا از روسیه و کشورهای آسیایی که سابق عضو کشورهای مثلا اتحاد جماهیر شوروی بودن، زیر مجموع اتحاد جماهیر شوروی بودن، و چین، بوده، حالا ایران هم اضافه شدن 9 کشور. این قرار بوده یک پیمانی باشه برای توسعه اقتصادی و
تفاهم میان کشورها که به خودی خود چیزی بدی نیست، حالا در مقام برسلا کشورهایی که جنبه ناظر دارن، افغانستان، مغولستان و روس سفید هم اضافه شدن به عنوان اعضای ناظر. این پیمان ها زمانی خوب هستن که چند تا شرط به وجود داشته باشه. یکی این که تولیدات این کشورها مکمل هم باشن، یعنی همه این کشورها یک چیز رو تولید نکنن یا چند چیز مشابه رو تولید نکنن، یه نوع تمایز در تولیداتشون باشه، چندگانگی، گوناگونی در تولیداتشون باشه. دیگر این که در تولیداتشون اون چیزی که ما بهش میگیم که عرض شود که مزیت در هزینه، این بهش میگیم مزیت در هزینه، و این خب مسئله است در اقتصاد شناخته شده و ما بهش میگیم که حالا این کشورها باید دارای میگیم comparing cost advantage داشته باشند، advantage داشته باشند. این مزیت در هزینه چیز بسیار مهمیه که اگر هم دو تا سه تا پنج تا کشور یک جنس رو تولید میکنن که خب پیش میاد کشورهای صنعتی هم هست، بر صورت یکی از این کشورها در هزینه مزیت داشته باشه بر مقایسه با دیگر کشورها، که اون وقت داد و ستد این نوع کالا برای این کشور منفعتی داشته باشه. و خب اگر مخارج یه تولیدی یه کالای خیلی بالا باشه و صادرم بشه به جایی، خب وقتی که تامین کننده هزینه ها نباشه پیش اون منفعتی برای این کشور نداره. در مورد این مسئله به صلاح این پیمان شانگهای هم اینطور است که بیشتر این کشورها مواد خام تولید میکنن، نفت و گاز و مواد طبیعی و غیره. تو اینا فقط ببخش هند هست و چین، این دو کشور هستن که میتونیم بگیم جز کشورهای صنعتی هستن. اما خود چین رو در نظر بگیریم، چین معامله مستقیم با جمهوری اسلامی نمیکنه. علت اصلیش هم حضور ایران در لیست سیاه AFTF، در این لیستی که مربوط به پولشویی و استفاده به اصطلاح از روابط اقتصادی ممنوع یا اقدامات ممنوع، چیزهایی که مربوط به تروریسم و غیره میشه. چین کالاهاشو میفرسته به امارات عربی، امارات عربی بعداً اون کالا رو به نام خودش، نه به نام کالای چینی، به ایران میده. الان وضع اینجوری هست، چون چین نمیخواد که بره در لیست سیاه قرار بگیره، عضو پیمان جهانی تجارت بین المللی است و رعایت میکنه این نوع داد و ستدها رو. این در مورد بیشتر کشورهای دیگر هم صادق هست. بنابراین از نظر اقتصادی چون ایران کالایی نداره اینطور بگیم که شامل حال مزیت به اصطلاح هزینه تولیدی باشه و تولیداش بیشتر همه مربوط به نفت و گاز میشه، این نه کشور چیزی در حدود 28 میلیارد دلار با چین، ایران حالا در نظر بگیریم با این نه تا کشور به اصطلاح صادرات واردات داشته که از این 28 میلیارد 18 میلیاردش فقط مربوط به چین میشه و اونم بیشتر صادرات به اصطلاح نفتی ایران به چین بوده. ولی جمهوری اسلامی سعی داره از این پیمانی که قرار یک پیمان منفعت آور برای همه اعضای اون باشه، این تبدیل به یک پیمان سیاسی بکنه. الان هم اصرار داره جمهوری اسلامی در این که این نه کشور و کشورهای دیگر به این میبودن دیگر با دلار معامله نکنن، بلکه یک ارز مشترک برای این 5 تا کشور درست کنن که دیگه دور بزنن اون محدودیت های سویفت رو، احتیاج نداشته باشن که اصلا با دلار سر و کاری داشته باشن. خب این در عمل در کوتاه مدت و میان مدت ممکن نیست، ممکنه دراز مدت ممکن بشه اگر حجم صادرات و تولیدات این کشورها اونقدر زیاد باشه که در مقایسه با
تجارت با دلار به اصطلاح بتونه یه تغییر توازن ایجاد بکنه که این هم ممکن نیست. این کوشش در سیاسی کردن این یه قسمتش هم مربوط میشه، حالا جمهوری اسلامی میخواد این رو تبدیل به یک پیمان به اصطلاح نظامی هم بکنه، نوعی به اصطلاح ناتوی شرقی به وجود بیاد، یا اون پیمان ورشوی که سابق اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای اقمار زیر مجموع خودش داشته، یک همچین پیمان جدیدی با این کشورها به عنوان یک پیمان نظامی در تقابل با غرب به وجود بیاد. خب اصلا چین اصلا هیچ نوع علاقه ای به همچو پیمان نظامی نداره، سعی بیشتر داره میکنه که در این جهت به هر صورت ما اختلافات و مشکلات چین و به ویژه آمریکا رو میدونیم در سطح جهانی. بنابراین اینا همه حساب هاییست که در سر سران جمهوری اسلامی است. همونطور که عرض کردم شرکت در پیمان های اقتصادی همکار منطقی کار خوبی است. قبلا هم در زمان پادشاهی ایران هم چی پیمانی با ترکیه و پاکستان داشته، نوعی قرار بوده تقسیم کار در صنعت، تولید، تجارت، در کشتیرانی غیره میان اینها انجام بگیره، ولی خودخواهی های کشوری اون زمان مانع این مسئله شد که این پیشرفت بکنه. به جای اینکه همه به اصطلاح تولیداتشون رو مکمل هم بکنن، همه سعی کردن که هم سیمان تولید کنن، هم بلبرینگ تولید کنن، هم لامپ به اصطلاح چراغ برق تولید بکنن، هم موتور ماشین تولید بکنن، و همین دلیل هم در رقابت بی حاصل با هم قرار گرفتن. و اون چی که در اتحادیه اروپا انجام گره و این کشورها تونستن به اصطلاح مکمل اقتصاد هم در بخش صنعتی باشن، اونجا ممکن نشد. بعد از انقلاب هم اون پیمان با تحت عنوان اکو با چند کشور دیگر هم گسترش پیدا کرد که هیچ اثری ازش باقی نمونده، وجود نداره، و احتمالاً شرکت ایران در همین پیمان شانگهای هم شامل همون خواهد شد، مگر اینکه تغییری حاصل بشه. اصل اساسی که همین خانه تجارت ایران هم میگه این نوع پیمان زمانی اصلا شانس موفقیت داره که بخش خصوصی بسیار تعیین کننده اون باشه، نه بخش دولتی. جمهوری اسلامی میخواد با بخش اقتصاد دولتی بره در همچین پیمانهای منطقی، و این هیچ نوع موفقیتی برای ایران نداره، مگر اینکه کار رو بدن دست بخش خصوصی، و در کشورهای دیگر هم ارتباطات با داد و ستد تجارت با بخش خصوصی باشه. دکتر براتی، این نکته رو اشاره کرده، خیلی مهم بود که ایران میخواد از این پیمان یک تصویر سیاسی درست کنه یا یک بعد سیاسی بهش بده. نگاه اون کشورهای دیگه، به خصوص کشورهای مؤثری مثل چین و روسیه و هند، اونا چه جور نگاه میکنن به قضیه؟ اونا آیا جنبه سیاسی قضیه هم براشون مهمه یا نه بیشتر به جنبه اقتصادی؟ چون حالا روسیه هم الان تحت تحریمه، آیا جمهوری اسلامی همدلی پیدا کرده روی همین مسئله ارز واحد یا قضایای سیاسی، موضع‌گیری‌های سیاسی؟ بله، این پرسش بسیار بسیار به جا بسیار مهمی است. این مسئله در مورد کشوری مثل روسیه میتونه به اصطلاح در شرایطی که الان در درگیری سیاسی و جنگی میتونیم بگیم با بقیه دنیا قرار گرفته، اهمیت داشته باشه، اونها هم در این جهت فکر بکنن. ولی مسئله، اصل مسئله الان اینه که توازن قوای نظامی در سطح جهانی با به اصطلاح با سلاح‌های اتمی است، و همه مشکل اینجاست که با سلاح‌های رایج نظامی در منطقه، در اینجا پیمان‌های نظامی کارایی در این قسمت ندارن. الان هم غرب هم در پیمان آتلانتیک شمالی هم سعی میکنه در تقابل با روسیه به اصطلاح نیروهای رایج نظامیش رو یا توان رایج نظامی رو در مرز کشورهای دوروبر روسیه افزایش بده. این مسئله زودگذری است در این مسئله. من برای این امکان زیادی نمیبینم. روسیه تمایل به این مسئله میده، ولی چین و هند تمایل به این مسئله نشون نخواهد داد. چین اصولاً سنتاً یه ناظری بوده که استفاده کرده از امکاناتی که دیگر کشورها براش به وجود آوردن، ولی هیچ وقت خودش عضو یک پیمان نظامی نشده. و
من نخواهدم شد. این دو کشور مهم که نباشن، بقیه اون کشورها از این نظر بی اهمیت هستن، ولی جمهوری اسلامی سعی خودش رو میکنه. در این میان هم میتونیم بگیم باز جمهوری اسلامی قربانی تمایلات به اصطلاح پوتین و روسیه خواهد شد در این رابطه، وارد درگیری با دنیا میشه، در پایان راه روسیه برخواهد گشت، تفاهم پیدا خواهد کرد، در پایان جنگ اوکراین با بقیه دنیا وقت باز جمهوری اسلامی باید از نو آغاز کنه. خب دکتر براتیاره که اشاره به اوکراین کردی، به طور کلی چشمنداز رو در اوکراین چگونه میبینی؟ روسا ادعا کردن که زلینسکی میخواسته فرماندار کریمه رو بکشه و جنگ یه حالت فرسایشی پیدا کرد، جنگی که قرار بود تو 4 روز پایان بگیره. اصولا نگاه چیه و اروپا چه جور فکر میکنه؟ من یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، بلافاصله بعد از آغاز جنگ، فکرم بوده 2-3 ماه گذشته بود، کشورهای غربی، اروپای غربی و آمریکا یه تصمیم بسیار بسیار استراتژیک گرفتن و اون این که این جنگ هر چقدر هم طول بکشه، هر چقدر هم در سالهایی که این جنگ ادامه پیدا میکنه بیشتر بشه، هزینه اون رو تامین خواهد کرد، از اوکراین حمایت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که اوکراین به اصطلاح فتح بشه توسط نیروهای روسی، این امکان رو نخواهند داد. و فکرشون هم این بود که حال که پوتین در عمل نشون داد که خاص کشورگشایی و توسعه به اصطلاح جغرافیایی خودش رو داره در میان کشورهای سابق اتحاد جماهیری، منظور گرجستان رو در نظر بگیرید و جاهای دیگه، این اجازه رو نخواهند داد. و همونطور که برای غرب امنیت اسرائیل در منطقه یک مسئله اجتناب ناپذیر، هر گونه هزینه لازم باشه برای تامین امنیت اسرائیل، برای امنیت اون تامین خواهند کرد، این کارو در مورد اوکراین هم میکنن. بنابراین غرب روی این حساب میکنه که این جنگ ممکنه فرسایشی بشه، ولی در نهایت روسیه امکان ادامه بی‌نهایت این جنگ رو نخواهد داشت و خود این جنگ باعث فروپاشی نظم سیاسی روسیه به نحوی میشه که دیگر برای بسیار دستگاه نظامی و سیاسی آقای پوتین جایی باقی نمونه. نشانه هایی از بسیار فروپاشی درونی در سیستم نظامی و سیاسی روسیه اینجا و اونجا دیده شده، شنیده شده، خوانده شده، ولی غرب ایستادگی خواهد کرد. این مسئله حیاتی برای غرب. بنابراین ممکنه که الان اوکراین هم از واسطه‌هایی که تا به حال داره نتونه پیشروی کنه، ولی این خطر رو هم داره که الان غرب به ویژه آلمان پیشرفته ترین سلاحاش رو در اختیار اوکراین بگذاره، دیگه اون وقت جنگ منحصر به مناطق موجود کنونی نخواهد داشت، جنگ واقعا تا قلب مسکو هم خواهد رفت و این احتمال گسترشش به یک جنگ جهانی وجود داره و این مسئله است که خطری کمی حس میکنن و سعی میکنن از اون جلوگیری بشه. ارتباطاتی هم با سران ارتش روسیه پیدا شده، نظامیان غرب و نظامیان روسیه از قدیم ارتباطاتی داشتن، حالا اگر بتونن این ارتباطات رو به نحوی که به صورت قابل کنترل و کشف از طرف دستگاه جاسوسی پوتین نباشه ادامه بدن، این احتمال زیاد هست که فرماندهان این رو به پوتین بقبولونن که این جنگ فرسایشی ادامه پیدا میکنه ولی قابل فتح، قابل پیروزی برای روسیه نخواهد بود و اقتصاد روسیه در هم خواهد ریخت. این شانسی است که ممکنه، احتمالی است که ممکنه جنگ رو ممکن بکنه. پایان جنگ واگنر ملاحظه کردید، از یه طرف آمریکایی‌ها یه نوعی تایدلشون خوشحال بودن و از طرف دیگر نمیتونستن یه مزدور و سردسته مزدورا رو تایید کنن، بنابراین یه حالت تردیدی وجود،
انگار نشسته بودم ببینم واگنر پیروز میشه، تا کجا میره، سباستوپول میگیره، نمیدونم در جاهای دیگه پیشرفت میکنه. اینو آدم حس میکرد. و اتفاقا ببخشید در همین رابطه اگر یه جمله بگم، اتفاقا اون رهبر رئیس اون جریان نظامی مزدوران موسوم به واگنر، ایشون فکرش این بود و این رو هم منتقل کرد به وزیر جنگ که ما این جنگ قابل پیروزی نیست برای روسیه، ما باید اهداف جنگی رو محدود کنیم. اگر ما همون مناطق شرقی اوکراین رو که مدعی اون از قدیم بودیم اینها رو بگیریم و نگه داریم، با این فتح باید جنگ رو تموم بکنیم، بقیه دیگه مسئله مصالحه است. این جنگ قابل ادامه به این شکل نیست. به همین دلیل هم اون بمبارانی که گفت ایشون گفت نیروهای ایشون از طرف هواپیماهای روسی بمباران شدن، علتش این بود که ایشون داشت این مسئله رو میقبولند به سران نظامی در ارتش روسیه و این فرمان از طرف پوتین آمد که اینها رو بمباران کنند. ایشون اتفاقا علی‌رغم مزدور بودنش نسبت به پایان این جنگ و امکانش بسیار واقع بین بود. کاملا کاملا درسته. خب دکتر اجازه بده برگردیم به سرزمینم. حالا همه این قضایا با ایران ارتباط. آقای خامنه ای از روزی که رئیسی رو آورد گیوه هاشو ور کشید برای آدم شش کلاسه اعتبار بخره و دستشو باز گذاشت. یعنی آدم نگاه بکنه در همین مدت کوتاه سفرهایی که رئیسی کرده با کل دوران مثلا روحانی یا حالا خاتمی سفر زیاد کرد، ولی کل دوران روحانی سفرهای خارج از کشور و محدودیت ها رو براش برداشت، دستاش رو در برابر سعودی بالا برد، مصر کوتاه اومد، الان داریم میبینین در جاهای دیگه هم کوتاه داره میاد. بعدم این صحبت های گفتگوهای پنهانی با امریکا، مردم میخوان بدونن آیا واقعا این مذاکرات به جایی خواهد رسید؟ بعد محدود کردن باب مالی یا رابرت مالی آیا بر اثر اعتراضات ایرانی ها بوده یا نه ازش چیزایی دیدن؟ چون به هر حال این بچه یک کمونیست سابق تو قاهره که کورسپاندنت یا خبرنگار بین المللی روزنامه اخبار بود و نمیدونم، میخوام نگاه شما رو در این زمینه بدون. من عرض به حضورتون که اون چی که مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا و دیگر کشورها میشه، امکان تفاهم با آمریکا و نظام سیاسی آقای بایدن در آمریکا وجود داشت، ولی جمهوری اسلامی روز به روز خواسته‌هاش رو هی گسترش داد و قانع نشد به اون چی که دویدن. خب ایشون میدونه که جمهوری اسلامی میدونه که آقای بایدن بنا به قوانینی که تصویب شده در آمریکا امکان برداشتن همه تحریم‌ها رو نداره. بنابر این همون مسئله‌ای که انجام دادن، آزاد کردن بخشی از پول‌ها رو که آزاد کردن به دست ایران هم رسید. ولی جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در یک قسمت، بعد هم به ویژه جز این اون چی که مربوط به عرشبت که این برنامه موشکیش و اعتراضاتی که آمریکا و غرب داشتن به صدور و صادرات موشک به روسیه و پهپادهایی که اونجا داشتن، این رو میخواستن خارج از مذاکرات اصولا به اون به هیچ وجه نپردازن. بعد هم مسئله غنی‌سازی رو خب آقای بایدن حتی توافق کرده بود که جمهوری اسلامی بالای 60% دیگر غنی‌سازی نکنه. ولی این مسئله رو نه اروپایی‌ها میتونستن بپذیرن و نه سازمان انرژی اتمی، چون هدف اصلی اونجا مسئله بازگشت به برجام 2015 بود که در اونجا نه این
سانتریفوژ های نسل جدید وجود داشتن، نه غنی‌سازی 20 درصدی و 60 درصدی وجود داشت و پاسخ دادن به اون پرسش های باقی مانده به مراکزی که در اون در اونجا نشانه هایی از یک نوع آزمایشات انفجاری پیدا کرد، انفجاری که مربوط به کلاهک های هسته‌ای می شده. خب جمهوری اسلامی اصرار در این داشت که آمریکا فشار بیاره آژانس صرف نظر کنه از ادامه این مسئله پرسش هایی که داره در این مورد که نمیتونست بکنه. در مجموع اگر ما همه اینها رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم که در حقیقت الان وضعی است که آمریکا به ویژه و جمهوری اسلامی دیگه امکان یک تفاهمنامه، توافقنامه، قراردادی با هم ندارن. تنها چیزی که ممکنه اینه که شرایط نجنگ و نسوش رو حفظ کنن، یعنی قول و قراری در این حد بگذارن که فعلا هیچ نوع اقدام نظامی انجام نگیره. خب این کار رو هم اسرائیل نمیتونه قبول بکنه ادامه این وضع، چون جمهوری اسلامی پنهانی کاراش رو ادامه خواهد داد در اون زمینه. حالا اون چی که مربوط به رابمالی مربوط میشه، حدس و گمان من این هست که ایشون کلیه اطلاعاتی که مربوط به گفتگوها با جمهوری اسلامی، قول و قرارهایی که دولت آقای بایدن با جمهوری اسلامی میگذاشت بر سر همه موارد، احتمالاً بخش بزرگی از این اطلاعات به دست اسرائیل رسیده. حدس و گمان این هست که مالی این کار رو کرده. من نمیدونم صحتش چقدر هست، آیا این تو این واقعیت داره یا نه، ولی اون چی که مربوط میشه به وضع موجود این هست که ایشون اطلاعاتی رو که داشته به مراکز دیگری داده که مورد قبول آمریکا نیست. حدس من این است که این اطلاعات به اسرائیل داده شده. حال یک قسمت دیگر هم شک و گمان این هست که به اصطلاح در مجموع استراتژی هایی که گفتگوی دولت بایدن با جمهوری اسلامی بوده، معمولا دولت ها سناریوهای مختلف رو بررسی میکنن که اگر این نشد با این سناریو پیش، این نشد به اون یکی، ممکنه بخشی از این احتمالات هم به اطلاع جمهوری اسلامی رسیده باشه، خواسته یا ناخواسته ما نمیدونیم، ولی من فکر میکنم بخش عمده مربوط به اسرائیل میشه. بسیار ممنونم دکتر. اجازه بدید درنگ کوتاه بکنیم، برگردیم. کلی سوال دارم درباره اپوزیسیون، با ما باشید. و سپاس از مهدیه محمد خانی، زیبا بود. خب دکتر براتی عزیزم، بازگردیم به گفتگو. در طول این دو سه هفته اخیر اتفاقی که برای مجاهدین افتاد در اردوگاه اشرف، خب از نظر دولت آلبانی توجیه پذیره. مهمانانی اومدن اینجا، تعهداتی داشتن، بعد اومدن وزارت‌های ما رو هک کردن و از اینجا هم مشغول هک کردن ایران و جاهای دیگه بود. خب این یه تعبیر. اما اینکه اطلاعات کامپیوترهای مجاهدین در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، این یه چیز بسیار وحشتناک و در عین حال میتوان گفت بزرگترین ضربه است که بعد از اخراج از عراق بر مجاهدین وارد شد. فرانسه هم که کنفرانسشون رو، گرده همایی سالیانشون رو لغو کرد. آیا ما نشانه هایی از تغییر نگاه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی میبینیم؟ تا حد همکاری امنیتی که آقای خلج مسئول ارتباطات و غیره میاد میگه که بله، ما تماسایی که با دستگاه‌های امنیتی اروپا داریم، بارها بهشون گفتیم مجاهدین خطرناکن، تروریستن و غیره. این رو شما چطور تعبیر می‌کنید؟ حالا اون چی مربوط به مجاهدین میشه، من اطلاعات ویژه‌ای ندارم، اما یه مسئله درست هست و اون این است که بعد از اینکه جامعه اروپایی و آمریکا و کانادا، اصولا دنیا بعد از پیدایش این شورش، این قیام موسوم به مهسا در ایران آغاز شد،
ارشد امید زیادی به این داشتن که یه تغییری در نظام سیاسی ایران به وجود بیاد. حالا اگر هم نظام به کلی به اصطلاح تغییر نکنه، لااقل یه تغییر از درون پیدا بشه، که این خب نشده. و غرب هم الان گویا روی این حساب میکنه که فعلا باید با این جمهوری اسلامی کنار بیاد. این یک نهاد خطرناکی است در منطقه و برای دنیا ماجراجویش ادامه پیدا میکنه، ادامه داره، گسترش هم پیدا میکنه. بعد خب شما این رو به ما خودی به مراتب آقای خامنه‌ای در این سالها مکررن صحبت از امارات اسلامی کردن که دیگه ما الان از جمهوری اسلامی گذشتیم، دولت اسلامی اینجا همون تشکیل دادیم، باید بریم دنبال امارات اسلامی هستیم، در حقیقت امپراتوری اسلامی به سرکردگی به اصطلاح حکومت شیعه آقای خامنه‌ای. این وضع خطرناک وجود داره و غرب هم نشانه های از این که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون آزادی خواه، سکولار دموکرات ایران به اصطلاح به زودی بتونه فرادستی پیدا بکنه بر این نظام و این حکومت رو بتونه کنار بزنه، همچی برداشتی فعلا نداره. و همین دلیل هم این رو خب ما دیدیم که با افراد موسوم به سلبریتی، به افراد مشهور مخالف جمهوری اسلامی، با اینا تک تک این کشور و اون کشور صحبت کردن تحت عنوان به اصطلاح مدافعین حقوق بشر، رهبران جنبش مدنی ایران یا تاثیرگذاران در مبارزات مدنی مردم ایران و مبارزات زنان و مدافعین دموکراسی در ایران، ولی با کسی به عنوان رهبر یکی از جریانات اپوزیسیون، حالا چه پادشاهی خواه، چه جمهوری خواه، چه چپ و غیره، با هیچ کدوم تحت این عنوان صحبتی نکردن. خب این مسئله بسیار بسیار تعیین کننده ایه و من فکر میکنم که خب این اون وقت به اون بخش مربوط به مجاهدین هم مربوط میشه. در مجموع وقتی وضع رو همچی ببینن که اینطور هست، خب دیگر اون حسابی رو که روی مجاهدین باز کرده بودن، به ویژه بعضی کشورهای غربی و آمریکا باز کرده بودن روی مجاهدین، دیگه این رو بی حاصل میدونن و فکر میکنن باید وارد داد و ستد جدیدی با جمهوری اسلامی بشن و این وقت میتونه مجاهدین را قربانی شرایط بکنه و یا دیگر بخش های افراد اپوزیسیون هم به همین طریق. به همین دلیل هم الان دیگه دیرترین وقت این هست که اپوزیسیون به خود بیاد و فکر دیگری کنه. همین مسئله رو میخواستم عنوان کنم براتون که اپوزیسیون در یه حالت سرگیجه است. 6-7 ماه اون شور و نشاط و حرکت و چه امیدهای ایجاد شده بود، بله الان متاسفانه در این شرایط سخت قرار گرفته. شما تعبیر و تفسیرتون چیست؟ من ببینید در جامعه ایران، نه فقط در جامعه ایران، در اکثر کشورها بدون طبقه متوسط تغییر زیادی ممکن نیست و در ایران به ویژه طبقه متوسط ایران به لحاظ سیاسی خود گم کرده است. جای خودش رو دیگه نمیدونه کجاست، جای خودش رو گم کرده، پیدا نمیکنه جایش رو. و تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشه و در اپوزیسیون هم کسانی پیدا نشن که بگیم سردستگی سر و رهبری به اصطلاح خواستها، افکار، تمایلات این طبقه متوسط رو به عهده بگیره، جلب نظر اونها رو بکنه، خب این وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد. ما یه طبقه متوسطی داریم که دیگه از طبقه متوسط تغییر پیدا کرده شده، بخش بزرگیش رفته به سوی طبقات فرودست. یه طبقه متوسط جدیدی در این کشور درست شده که دیگه اصلا هیچ ربطی به اون تعبیر و تفسیری که ما از طبقه متوسط گذشته داشتیم نداره. خب این رو باید مخالفین باید بدونن. از اون طرف هم خب ما مشاهده کردیم که در اوج حرکت و جنبش مهسا
خب افرادی تحت عنوان مشاهیر و سلبریتی های ایرانی یک باره همدیگر پیدا کردن، یک منشوری نوشتن موسوم به منشور مهسا و چند نفری که مقبولم قرار گرفته بودن به علت فعالیت هاشون اینجا بودن. همه فکر این بود که اینها میتونن احتمالاً زبان اون طبقه گمشده متوسط ایران باشن، تمایلات اونها رو به صحنه سیاسی جلب بکنن و بیارن. ولی خب اینطور نشد، چون اینا پیش کدومشون غیر از حزب کومره به هیچ ساختار و تشکل سیاسی تکیه نداشت و در ضمن هم یکی از خواص سلبریتی ها این هست که در این شرایطی در رقابت با هم قرار می گیرن، به جای اینکه مکمل هم باشن در کننده هم دیگه می شن. این وضع متاسفانه به وجود آمد و بر صورت شاهزاده رضا پهلوی و عرض بزرگتون که بعد آقای اسماعیلیون بعد خانم بنیادی دور شدن و اون سه نفر باقی مانده ابتدا گفتن که مایل هستن که این حرکت رو ادامه بدن، کار و فعالیتشون رو تشدید کنن. تعدادی از جریانات سیاسی هم در اون مثلا منشور مهسا پیوسته بودن، تعدادی از که تعدادشون هم کم هم نبود. الان فکر میکنم که بر صورت اپوزیسیون کارش اینه که هر بار زمین میخوره دوباره باز بلند شه سرپا بیسه از نو تجدید قوا بکنه. الانم من فکر میکنم که هم خانوم عرشبت که عبادی، هم آقای مهتدی و همه کسانی که در اون جریان حرکت داشتن بر صورت اون باقی مانده میتونن هنوز سرپا باشن، هنوز وجود دارن. در ضمن این گفته که گویا اپوزیسیون ایران نمیتونه کنار هم بشینه، نمیتونه با هم کنار بیاد، نمیتونه با هم حرف بزنه، در نوروز امسال در کنفرانسی که در تورنتو انجام گرفت نشان داده شد که اینطور نیست، که اینها میتونن با هم بشینن، میتونن با هم حرف بزنن، میتونن با هم خوب دیالوگ بکنن. منتها یک عامل بسیار وضع کننده، یک فردیت مثبت میان اینها میخواد که این اجزا رو بتونه به هم وضع کنه و خب این نبود. خانم مسیح علی نژاد بسیار کوشش کردن در اون زمان کمچی کاری انجام بگیره. الانم فکر میکنم راه همونه، ما جریانات داریم مثل شورای مدیریت گذار، شورای ملی تصمیم، بعد جریانات که دل جریانات چپ در آمدن، جمهوری خواه، اینا وجود دارن. الان هم باید سعی کرد، منتها این بار دیگه کار فقط با سلبریتی بودن ممکن نیست. این کار احتیاج داره به ساختارهای سیاسی که خودشون رو خوب به مردم معرفی کنن، به ویژه تمایل و توافق طبقه متوسط ایران رو بگیرن. این کوشش ها در ایران هم میشه و من فکر میکنم که بر صورت یکی از شاید خوبی های ما ایرانی ها این بوده که زمین زیاد خوردیم ولی هر بار برخاستیم. این بار هم چنین خواهد شد جناب دکتر نوری‌زاده. امیدوارم چنین باشه، برای اینکه با تماسایی که تو ایران هست مردم خود افسرده شدن، نگرانن، ناراحتن. چی شد اون شور و هیجان و گفته ها و نشستن ها و برخواستن ها؟ یعنی یه حالتی و در ایران ایجاد شده که انگار اپوزیسیون مایوس شده، اپوزیسیون فکر میکنه بازی رو باخته. این تعبیر رو من میشنوم از خیلی آدم هایی که شما هم میشناسید، بسیار هم براشون حرمت قائلیم، هنرمندا، استادای دانشگاه، وکلا و غیره، و درون زندان حتی. بنابراین واقعا به نظرم نیاز به یک حرکتی، یک اپوزیسیون نشون بده زنده است و همچنان پربار. حالا شما اشاره کردید که میتونن با هم بنشینن، یک بار دیگه تجلی این با هم بودن ظاهر بشه. اجازه بدید من یه جمله این وسط فرمایش رو بگم و اون این است که
یکی از خواص خوب رهبری سیاسی باید این باشه که هر رهبر خوب سیاسی باید این امکان و این استعداد رو داشته باشه که جایگاهش قابل مصادره نباشه از طرف گروه خودش، یعنی نباید گروه هر گروهی بتونه اون فرد رو اونچنان زیر فشار قرار بده که اصلا نتونه مستقل هیچ فکری بکنه. از خواص رهبری این هست که بتونه حتی یه قدم دو قدم جلوتر از تشکل و سازمان سیاسی خودش فکر بکنه، و به محض اینکه اینطور نشه خب اصلا میپاشه. ما الان مشکلی که الان با حزب کومله کردستان به وجود آمده میبینیم یه جایی رهبر یه جریان سیاسی جلوتر از تشکل خودش حرکت میکنه و حال اون تشکل سعی میکنه که این موقعیت رو مصادره کنه. این کار در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی هم انجام گرفته، این کار مرتب تکرار میشه. ما احتیاج به رهبرانی داریم که فراسوی اون تمایلات و خواسته های جریاناتی که بر اون به اصطلاح پایه دارن، از اون نشأت گرفتن، از اون نیروشون رو میگیرن، بتونن جلوتر هم فکر کنن و این فکر رو درون جریانات سیاسی خودشون هم ببرن و اونچنان اسیر نباشن که فردا به محض این که حالا چه میدونم یه عده‌ای مخالفت کنن با اینکه اپوزیسیون مثلا این جریان سیاسی مشخص بره با دیگران ائتلاف و همکاری بکنه، این جریان از هم بپاشه. این هنر رو ما نداریم در اینجا. ببین ما الان مثلا در آلمان که من زندگی میکنم، خب حزب به اصطلاح صدر اعظم رو داره، حزب سوسیال دموکراته و حزب سبزها هستند و حزب لیبرال دموکرات، ولی فشار زیاد روی صدر اعظم میاد روی این مسئله که تو سوسیال دموکراتی و بایستی که قوانینی که الان به مجلس میبری برای تصویب در رابطه با به اصطلاح پایه اجتماعی ما باشه. خب به محض اینکه صدر اعظم بخواد این کار رو بکنه، دیگه صدر اعظم آلمان نیست، صدر اعظم حزب بشه. این در مورد حزب سبزها میرام صادق است. بنابراین در یه همچین ترکیب اپوزیسیونی که برای ایران باید همه رنگ‌های سیاسی موجود ایران شرکت داشته باشن، باید این امکان وجود داشته باشه که همه اینها در یک بستر، در یک سیاست ملی سیاست کنن و نه سیاست گروه خودشون رو. این هنری است که جریانات سیاسی ایران هنوز نیاموختن. دکتر براتی، داستان کومله برای من خیلی نگران کننده بود، برای اینکه کاک عبدالله مهتدی رو خب همه ما میشناسیم، دوست ماست، جدا از اینکه به هر حال در یک مسیر برای آزادی ایران فعالیت میکنیم. من تصور میکنی این درگیری ها ناشی از رقابت یا حسادت یا از این مسائل یا دست خارجی تو کار بود؟ نه، این فکر میکنم بیشتر جنبه رقابتی سایه داره. برای ببینید مهتدی برصورت یکی از سیاست مداره، برصورتشون رهبر یه حزب کرد هستن و احزاب کرد هم که ما میدونیم همه توجهشون حالا در گذشته بوده، خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران، حالا الان یه مقدار سنگینی این طرف اون طرف زیاد و کم میشه. ولی همیشه صحبت ما با آقای مهتدی، با دکتر مهتدی در این جهت بوده که ایشون فقط یه رهبر کرد نیستن، هرچند ایشون رهبر بزرگترین و مهمترین حزب کردستان نیستن، ولی ایشون یک سیاستمداری هستن که باید در سطح ملی سیاست کنن. در سطح ملی هم سیاست کردن اون وقت همون شرایطی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم شامل حالش میشه، یعنی اون فردی که در سطح ملی سیاست میکنه دیگه فقط در رابطه با تمایلات حزب خود سیاست نمیکنه، بلکه فراتر از اون در ظرف بزرگتر سیاست میکنه. خب این مسئله در منشور مهسا دیده شد و مهتدی سعی کرد به اصطلاح نه فقط یک رهبر کرد باشه، بلکه سعی کرد که در سطح ملی هم یک رهبر
ملی باشه، در سطح ملی سیاست کنه، که این متاسفانه از طرف سلطنت طرف های تون رو خیلی بد تعبیر شد. ایشون رو حملات خیلی زیادی به ایشون کردن در جوانب مختلف، از نظر درونی هم خب مقاومت براش ایجاد شد. فکر میکنم اون چی که پیش آمده بیشتر حاصل رقابت های درونی است. حال البته حتما اینکه دولت خارجی هم در اون دست داشته باشه این احتمال همیشه هست، من خبر ندارم. حدس و گمان من هست اگرم اون باشه باز هم بر میگرده به این مسئله که ترجمه کننده خاص اون دولت خارجی بر صورت یک رقیب داخلی بوده. بله، حالا دولت خارجی من بیشتر منظورم دست خارجی بود که حالا جمهوری اسلامی باشه. یه نکته جالب اینه که سر این اختلاف بین دو گروه، دو جناح در کومله، جمهوری اسلامی خیلی پایکوبی کرد. مرتب چه خبر بود دیگه، آدم هرچی نگاه میکرد میدید شادمانی دارن میکنن و چه خبر هست. خب امیدوارم عبدالله مهتدی با درایتش، با حزم و دوراندیشی و اینکه متوجه باشه که جایگاه او الان در سطح ملیه، این مسئله رو مثل بحران هایی که در گذشته بود حل کنه و من اطمینان دارم بود. یک نکته دیگری که حالا وقت زیادی هم نداریم خدمت رو عرض کنم، شما اشاره به شاهزاده کردی و من تو اوج جنبش مهسا و زن و زندگی و آزادی واقعا می دیدم که شاهزاده حضورش چقدر در مردم امید ایجاد کرده، چقدر خوشحالن، چقدر بعد کسانی که خود رو طرفدار ایشون معرفی میکردن دقیقا کلنگ برداشتن تمام تلاش های شاهزاده رو برای اینکه یک پیوند ملی وجود داشته باشه ویران کرد. من گاهی اوقات میدیدم این حملاتی که به مهتدی میشد برای من واقعا تکون دهنده بود، باورم نمیشد به یک انسان مبارز آزاده. حالا یک کلمه 20 سال پیش ایشون در یه جا راجع به خودمختاری گفته بود، علم میکردن میابردن سرش لقاش میکردن و متاسفانه این شد. گذار در چه حاله های مهندس؟ اونم برای ما قابل سؤاله. بله، خب بعد از اینکه خب اون شورای گذارم پیوست دیگه به اون جمع منشور مهسا، خب بعد از وضع جدیدی که پیدا شده الان شورا هم باید آغاز کنه فکر کنه که خب حالا چی کار باید کرد. و من فکر میکنم حالا جز مسئله جز اینکه شورا چه کار میکنه، اصولا کل اپوزیسیون به نظر من باید بره به سوی یک استراتژی جدیدی که ما سابق چندین سال اسم کنگره ملی یا کنفرانس ملی رو روش گذاشتیم، در یک ابعاد خیلی خیلی گسترده تری سیاست بکنه و شورا باید روی این الان فکر کنه که این موضوع رو چجوری میان خودش به بحث بذاره، به یه نتیجه برسه، نتیجه رو با دیگر جریانات سیاسی چجوری به پیش ببره. به هر صورت وضع جدیدیست، اون مسئله یه مقدار عاجل بود به نظر من، پیوستن به جمع منشور مهسا عاجل بود چون هنوز اونا هیچ چیزی اعلان نکرده بودن جز یه منشور خوب چند نکته‌ای. معلوم نبود بر چه پایه و اساسی با چه نیرو، چه قدرتی، چه سازماندهی میخوان چه کار بکنن. بنابراین به پیوستن به چه میدونم یک صفحه متن به خودی خود چیزی رو نشون نمیده، بنابراین عاجل بود، الان باید برگشت و از نو آغاز کرد به نظر من. ممنونم دکتر براتی، مثل همیشه خود بنده بسیار استفاده بردم و امیدوارم برای بینندگان ما هم سخنان شما با تأمل و با درایت مورد توجه قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم ازت. ممنون از شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر مهران براتی، تا دیدار بعدی در پناه پرورده.